فردا فیلمو با خودم میارم جلوی شوشه بکش. ولی تو هم با پول میارم. وگرنه معامله بی معامله. من نمی‌فهمم این چرا باید به ابراهیم مشکل داشته باشه؟ ابراهیم که قربانیه. هدف اصلی زمین زدن کارخونه است. یعنی ممکنه دختر مهندس یوسفیان هم همدستش باشه؟ نمیدونم. ولی با شناختی که من ازش دارم بعید میدونم. خیلی خوب. شما فعلا به کسی چیزی نگید، من خودم پلیس رو در جریان قرار میدم. مشخصه این پسر تو کارخونه خبرچین داره. بو ببر قضیه لو رفته، دیگه دستمون بهش نمیرسه. خیالتون راحت بشه. غیر ما چند نفر کسی از این موضوع خبر نداره. شما این فیلم ها رو برای من بفرست. دکتر اگه اجازه بدید من امروز یکم زودتر. چرا؟ نمیخواد وقتی دستگیر میشه اینجا باشی؟ نه اسباب کشی دارم، امروز میرم خونه خود. تبریک میگم، چه عالی. برو برو به زندگی درس. ممنون. ببینم پولت نقدیه؟ موتور رو من گفته بودی پیدا کن برای پیدا کردم. کمش نقده، کمش هم چک میدیم دیگه. خب اگر که بتونی جورش بکنی هماهنگ. یه موتور برات پیدا کردم سالم. چند سال تو زیرزمین یه دونه خونه خوابیده بوده. 120 لیتر هم بنزین 1500 تومانی داره. باک سالم، چراغا سالم، هندر سالم، توقه سالم، رکاب سالم، اگزوزم سالم. بدن سب ای بابا، داشتم برای توضیح میدادم. الو سلام آقا، خسته نباشی جانم. مهندس خسروی؟ نه خیر، تشریف نیاوردن. حالا اومدم میگم بیان خدمت. از سعی چی نگم بر... یعنی راش بدم موقعی که اومد، ولی موقع رفتن نذارم بره دیگه. ببخش من اسمه چیزی شده بر... ببخش قصد فضولی نداشتم. بله بله فهمیدم. چشم، خیالتون راحت. نمیزم بر خدا. اصلا معلومی چه خبره توی کارخونه. مهندس بود؟ نه چیزی شده بود؟ نه چیزی نه. پس من این موتور رو ردیف میکنم برای دیگه. پول رو تو آماده کن تا باید خبر بود. باشه، پول آماده است، خبرش رو بده. الو نوید، بگو چی؟ مطمئنی؟ ای عوضی ها باش، میریزم به سارت. آقا میریزم به کارتت. برشو بگیم ایسا الان گرفتی من چی گفتم؟ من اصلا نمیفهمم نگرانی برای چیه. میگم آدمی که به همین راحتی یک کارخونه رو آتیش میزنه، حتی کمال خونسردی مهمونی میگیره. خب آدم که خطرمه که مریضیه، اونو اونجا نذار. هر کاری از دستش برمیاد. این آدم دو روز دیگه میفته گوشه زندان تمام. امیدوارم همینطور باشه که تو میگی. دقیقاً چرا این قفس 30 سال خالی با خودت حمل میکنی؟ رئیسا اینو بذارم پشت، بذارم پشت. نه آقا جون بده من. نه یا دیگه این کارتون های سنگین و شما. اگر پیرم و میلرزم به 100 تا جوون میارزم. بابا بذارش اینو بگو بسن. پدر جوونیاش یال و کوپالی داشتا. ماما اینا بابا بگیم بچه بگیم بگیم بشین بشین همینجا بشین. نفس بگیر مادر، نفس بگیر. بکش بریم بیمارستان. باید رعایت بکنی دخترم،
نباید تو این وضعیت چیز سنگین بلند بکنی. آقا جون منم همینو میگم دیگه، منتها یه بنده خدای ما رو گرفته بیگه گاری فیل نمی کنه. خوبی؟ نباید هیچی بلند بگردی. باشو باشو بریم. باشو بریم کنم. باشو. هفتیر مگه تیر میکشه؟ با بچه من درست صحبت کن. دست به جمهور. بله مهندس سلام. آقا من زنگ زدم بابت اتفاقای دیشب ازت عذرخواهی کنم. ببخش دیگه یهو همه چی خیلی به هم ریخت. شما هم با خانومت بودی بد شد. مهم نیست. طبقا مهمه. یه حرفایی هست که حتما باید بهت بگم. ولی خب حالا پشت تلفن نمیشه. حالا کارخونه با هم حرف میزنیم. نه کارخونه نه، یه جای بیرون کارخونه قرار بذاری، یه جایی که هیچ کس نباشه، خودم باشم و خودت، نه کسی نه فضولی نه دوربینی. باید بدونم چی میخوای بگی. مهندس میگی میترسی از من؟ بابا کارت دارم دیگه، میخوام چهار کلمه باهات حرف بزنم. کجا؟ لوکیشنو میفرستم برات. فقط تنها بیایی ها، وقت برای پلیس بازی زیاده. دوباره خودت نچرخ مهندس، این نگاه به اینور بنداز. مثل همیشه دقیق و منظم، دمت گم. خدایش اصلا فکر نمی کردم پاشی بیای. من خیلی کار دارم. اصل مطلب بگو. داداش اصل مطلب که ابراز شرمندگی بابت افتضاح دیشب دیگه. من اگه میدونستم همچین کلاه گشادی قراره بره سرم، هیچ وقت گول حرفای دختر مهندس رو نمیخوردم. آخرش هم که پاچو رفت کل هزینه مهمونی هم افتاد گردن ما. آره تو واقعا آدم ساده ای هستی. باشه داداش باور نکن، بخند. ولی من اگه آدم احمق و ساده‌ای نبودم که یه اون به این و اون کلی نمیدادم آخرش من تو فعلی پرتم کنن اون بعد. این که انتخاب خودت بود. نه عزیز من، این تنها شانس من بود. تنها امید یه جوونی که وقتی پاشو از یتیم خونه میذاره بیرون میفته وسط یه سری گرگ که از صبح تا شب بهش میگن اگه نخوری میخورنت، اگه نزنی میزننت. خودش منو این شکلی نگاه نکن، من تو قانون جنگل بزرگ شدم نه تو قانون زندگی. انتخاب کجا بود؟ متاسفم بابت گذشتت، ولی این چیزی از گناهت کم میکنه؟ کدوم گناه؟ یه فیلمی که مرموز کی گرفته کی پخش کرده که چیزی رو نمیتونه ثابت کنه. خبر زود میرسه. دیوار موش داره مهندس. ما مثل شما نخبه نیستیم، اما پخمه هم نیستیم. تقوی ازت شکایت کرده، همین روزو میگیرنت، باید اعتراف کن. من هم میتونم ادعا کنم اون فیلم ساختگیه. اصلا از کجا معلوم تو رفیقات نریختیم تو اون کارخونه که برای من پاپوش درست کنیم پرزم کنیم بیرون؟ ایده خوبیه، ولی به اینم فکر کن. پلیس ها ازت میپرسن چرا به هر قیمتی میخواستی اون فیلم رو پیدا کنیم. باید جواب منطقی بهشون بدیم.
اونا راحت قانع نمیشن. جوابش خیلی ساده است. از آتیش گرفتن اون کارخونه چی آیده من میشه؟ دو تا چهار تا اصلا چرا باید این کارو بکنه؟ آخه کارخونه تعطیل بشه چون فکر میکردی اینطوری پیش یوسفیان و دخترش عزیز میشی، ولی اونا باید شریک نشد چون از تو زرنگ تر. آفرین. به این میگن تراوشات ذهن خلاق و تخیلگرا. داداش بذار آب پاکی رو بریزم رو دستت. تمام این کثافتکاری از زیر سر خود مرداد یوسفیانه. اون الان حالش ببین از زمین و زمان بده، میخواد از همه انتقام بگیره، ولی اون کارخونه هر اتفاقی براش بیفته به من چه ربطی داره؟ الان داری سعی میکنی برای حماقت خودت شریک جون پیدا کنی؟ نه، اتفاقا عین مرد وای میستم کاری که کردم و گردن میگیرم. آره داداش، آتیش زدن اون کارخونه کار من بود، اما همش به اصرار مهرداد یوسفیان. اون فهمید من از دخترش خوشم میاد، برای ازدواجمون شرط و شروط گذاشت. حالا آقا خرش اپل گذاشته میزنه زیر میز، ما شدیم آدم بده قصه. اینجاش درد داره. آره منم دلم برات میسوزه. احساس میکنم انقدر درمونده شدی که مجبوری به هر ریسمون پوسیده چنگ بزن. باشه داداش، من درمونده، من آواره. مرد حسابی یه نگاه هم به خودت بکن. یوسفیان کم تو رو اذیت نکرده، کم بی آبرود نکرده. همین انگ قتلی که چسبوندن به پیشونی تو کی زد؟ یوسفیان زد دیگه. اینا به تو ربطی نداره. اتفاقا ربط داره. الان من و تو عین همین مهندس، از عشق و صداقت جفتمون سوء استفاده شده، به جفتمون ظلم شده. الانی که من و تو باید با هم باشیم، تو فقط دست تو الان بده تو دست من. ببین من و تو الان یه هدف مشترک داریم، یه خشم بزرگ. کارو بسپر به من، یه کاری میکنم حقمون از این زندگی و همه آدماش بگیریم. تو رو نمیدونم، ولی من از کسی طلبکار نیستم. هرچی به دست آوردم و تلاش خودم بوده، هرچی هم از دست دادم تاوان اشتباه خودم. کسی مقصر نمیدونم. بابا ادای آدم خوبا رو واسه من در نیار جون مادرت. یه کلام بگو میترسم آقا، من جرأت این کارا رو ندارم. ولی من اینجوری نیستم ها، من برای هدفم میجنگم. پاش بیفته آدمم میکشم. اینم یه راه، ولی خطرناک. اینطوری هم به خودت آسیب میزنی هم به بقیه. معلومه که خطرناکه، معلومه که من الان خطرناکم. داداش آب از سر من رد شده، من الان یه دیوونه کاملم. بیشتر از همه تو هم مراقب خودت باش. آره برو ترسوی دیگه. الناز راست میگفت بابا، تو خیلی بزدلی. اصلا مال این حرفا نبودی، منو بگو گفتم پاشو بیا اینجا. ببین از اینجا به بعد تو با مرداد یوسفیان برای من هیچ فرقی ندارین، جفتتون به یه اندازه حال به هم زنین. ببین مهندس، اگه اون فیلم بیفته دست پلیس، هر چی دیدی از چش خودت دیدی ها. ببین کی بهت گفتم میکشمت. جانم رضا. چی؟ کی؟ باشه باشه اومدم. رضا کدوم بیمارستان؟ اومدم. مستقیم تو بیمارستانه. خاتمونم بیا. رضا جان مادر، چرا انقدر ناراحتی؟ بچه اولت که نیست؟ بله، ولی قرار بود هفته دیگه به دنیا بیاد، نه امروز. حالا پسر من دوست داره الان به دنیا بیاد، شما چرا اعتراض داری؟ ایشالله قدمش پر برکت و پر رضا روزی. مبارکتون باشه، همسرتون یه پسر کاکل زده به دنیا آورده. ها
حال خودش چطور؟ هم حال خودش هم حال نینو کوچولوتون عالیه، نگران نباشید. اجازه دارم ببینم. خواهش میکنم بفرمایید. خدا روش خدا مبارکتون باشه. سلام. سلام مادر. چی شدی؟ هیچ وقت شما رفتیم بردش گرفتیم. خب الان حالش چطور؟ خوبه؟ خوبه دیگه مادر، چرا باید بد باشه؟ به سرش به دنیا آمد. واقعا؟ بله، الان آقا رضام رفته داخل ببیندشون. خب دایی و زندایی چی؟ کسی بهشون خبر دادی؟ آره مادر، من تماس گرفتم، تو مسیرن دارم میام. به به، مبارکه. متشکرم. حداقل یه عکس میگرفتی ببینیمش. خب اونو که گرفتم. ببینیم دیگه. ببینیم ماشاءالله. ما جلسه مبارکت باشه. خیلی علی. کجاش خوشگله؟ هم که شبیه تو نیست خوشگله دیگه. خیلی علی. آفرین. خدا رو شکر. سالمه. خیلی خوشگله. بشین تو ماشین، میخوام با تو حرف بزنم. من حرفی ندارم، تو هم اگه حرفی داری همینجا بزن، تو نمیام. ببین حالم از آدم های دماغ سربالای مغروری مثل تو به هم میخوره. چجوری میتونی اینقدر عوضی باشی؟ با من درست صحبت کن، مؤدب باش. چی شد زبون وا کردی؟ اون شب که بابات هرچی لایق خودش و کسی کارش بود داشت بارم میکرد، چی شد لالمونی گرفته بودی صدا در نمی اومد؟ چرا نگفتی اون نمایش مسخره شرط ازدواجت با من بوده؟ ترسیدی؟ آره بایدم بترسی، از منم باید بترسی. تو چی فکر کردی راجب خودت؟ مثلا راجب من چی فکر کردی؟ فکر کردی من زن آدم بی صفتی مثل تو میشم؟ اونم با اون گندی که توی کارخونه بالا آوردی؟ چرا فکر کردی خانوادم میذارن زندگی مشترکمو با کسی شروع کنم که زندگی یه مش کارگر بیگناه واسش هیچ اهمیتی نداره؟ برو بابا جمع کن کاسه گوزتو، فقط مونده تو دیگه واسه من ادای حمایت از کارگرا رو دراری. همه میدونن بابای تو خودش سردسته دزداست، هر چی داره و نداره از زدبند و بخور بخور و اختلاس سر برده. کورین یا خودتونو زدین به کوری؟ الانم اگه آقا داره راست سوخیا اون رو میره از صدقه سری، منم الان باید گوشه زندون آب خنک میخور. دهنتو ببند، حق نداری به پدر من توهین کنی. ببخشید اگه نبندم دهنمو چه غلطی میخوای بکنی؟ بدبخت تو و همه خانوادت هم که من سرپناه دادم، میخوای بگم از همین جا هم بنزنتون بیرون تا بفهمی دنیا دست کیه؟ اگه من نبودم که الان باید تو پارک و زیر پل میخوابیدین. یک دقیقه دیگه اینجا وایسا تا زنگ بزنم پلیس بیاد جمعت کنه. زنگ بزن، همین الان زنگ بزن، چون پلیس خیلی دوست داره بدونه بابای تو کدوم گوری قایم شده. زنگ بزن. دهنتو گورتو گم کن از اینجا. چه خبر اینجا؟ چی شده؟ هیچی چیزی نشده، تو دخالت نکن، برو بالا. یعنی چی دخالت نکن؟ برو الان میام. چی گفتی به خواهرم؟ با تو هم میگم چه مزخرفی گفتی حالش اینجوریه؟ صداتو بیار پایین بچه جون. اون موقع که خواهر جونت داشت از من خواستگاری میکرد باید رگی گردنت کلوف میشد، غیرتی میشدی، نه الان. حرف دهنتو بفهم. چی میگه الناس؟ تو هم چی کار کردی؟ بابا در جریان مو به موی ماجرا هست. الانم ماجرا به کلی تموم شده مانی. آره ماجرا تموم شده. نه، ماجرای تو با من تموم شده. من هنوز باهاتون ماجراها دارم. تو بیماری، تو مغزت روانی شده، مریضی، ذهنت مریض، باید بری دکتر. بدونم، ولی اینو بدون که من شمشیر رو از رو بستم براتون. حالا قصه ها دارم. وای چی میگی تو؟ مثل اینکه تره بیخاره. او نه بابا، یه بخارایی داره ازش بلند میشه. خوبه باریکلا. عصبانی کنه بعد بره ازش شکایت. برو گم شو، وگرنه هم خودت هم ماشین تو یه جا آتیش میزنم. ساکی نشو بابا، میترسم. بسرت ما این پسره چیه؟ ببین بعد بره ازش شکایت. دارم برم باشم کن برو. We'll be right back.
حرفشو باور کردی؟ چرا باید شک کنم وقتی شما دلیل قانع کننده ای نداری که خلافش ثابت کنم؟ من یه سوالی ازت بپرسم. آتیش زدن کارخونه چه نفعی واسه من داره؟ میخوام انتقام بگیرم. از کی؟ گوهران؟ که از خداش کارخونه از کار بیفته؟ از کارگرای بدبخت مثل ابراهیم که چند شب منو تو خونه خودش پناه داد، نون و نمکش رو خوردم، همه کاری واسه من کرد؟ یا شاید هم میخوام مثلا آتش نشانا بیکار نمونن؟ چه نفعی واسه من داره؟ در هر صورت الان عرشی زده به سیم آخر، هر لحظه ممکنه بره پیش پلیس جاتون لو بده. نمیده. اون تا از این نمد یه کلاهی واسه خودش نسازه جایی نمیره. عرشی حل معامله است، پس احتمالاً به جای پلیس میره سراغ کسی که به خاطر اطلاعاتش خرج کنه. گوهران؟ گوهران ازشون آتو هم داره، پس این دفعه کارش راحت ترم هست. شما میخوایی چی کار کنید؟ میمونی اینجا تا بیان سراغه؟ من اگه اون اطلاعاتی رو که میخوام بتونم از گوهران به دست بیارم یه لحظه هم صبر نمی کنم. میرم پیش پلیس خودمو معرفی میکنم، اما اگه نم مجبورم همینجوری به فرار کردنم ادامه بدم دیگه. این دفعه چند نوعی که منو توی موقعیت سخت قرار میدی؟ باش کمکت میکنم، سیستم گوهران رو هک میکنم، ولی فقط به خاطر آقای ابراهیم. خوبه موفق میشیم. اگه نشدیم چی؟ اگه نشدیم خب من که نمیتونم تا آخر عمرم فرار کنم. ترجیح میدم خودت تحویل پلیسم بدی. سرمایه گذاری کنیم، خیلی جواب دهیش بالاست. فکر بدی نیست. سلام و عرض ادب. سلام به آقا عرشی ها، امیدوارم این سری دست پر اومده باشی. از شما درد نکنه دیگه، من کی دست خالی اومدم؟ من که هر دفعه اومدم دست پر بودم، ولی این دفعه یه شرط دارم. اوهو باریکلا، نترس شدی؟ شاید چون دیگه چیزی برای از دست دادن ندارم. بیا بشین. با اجازه. حالا شرطت چیه؟ میخوام بدونم وقتی میگیرینش چه بلایی سرش میاد. چرا برات مهمه؟ عاشق شده دیگه، قرار با دختر مهندس ازدواج کنه. گور بابای عشق و عاشقی، حالم از همهشون به هم میخوره. خیالت راحت، اگه مطمئن بشم چیزی علیه ما نداره کاری میکنم که مرغای آسمون به حالش گریه کنم. این خوبه، دلم میخواد زجر بکشه، هم خودش هم خانوادش تک تکشون. خب پس چرا معطلی؟ بگو ببینم چی تو چنته داری؟ منم بهت قول میدم یه جوری دلتو خنک کنم که باورت نشه.
من اومدم بهتون بگم که چیکار میکنی؟ علی میگم ما توی گیر کمی دقیقی اینه نگاه کن این فکر کنم همش خرابه اینه باید همش تعویض بشه این خرابه این خرابه اینو بازش کن از اول مجبور نیستید قبول کنید بابا امیر علی اصلا بحث یه حرفا نیست ما میگم تازه زندگی سر سامون گرفته برای چی میخوای خطر کنی ها؟ خب اندازم تو دردسر؟ ریسکه ولی اگه بتونیم گوهران و داداشش قصر در نمیره من از هک یه سری چیزا بلدم ولی برای این کار نیاز به یه آدم حرفه‌ای تری داری ببین من یکی سراغ دارم فکر کنم بتونه بهمون کمک کنه فقط یه خود بد اخلاق و بد قلقه ولی کارش حرف نداره سرش هم درد میکنه واسه درد سر کسی نگی آرسو دارم جدی میگم شما چی؟ حوصله درد سر داریم؟ درد سر؟ بلک ما وقتی با تا رفیق شده ما شیرجه زدم تو درد سر والا بله بفهمی آقا ابراهیمه آزاد شده والا سلام بچه ها سلام همگی من آزاد شدم چشمون رو شدم من آزاد شدم چطوره؟ خوش اومدی بوین بفرمایی خوابر شما هم ندارم نوشه جانتی بفرمایی کجا داری میری؟ با تو هستم بدون حق کجا داری میری؟ مگه صدا چه بیار پایین اما چی رو صدا رو بیارم پایین؟ گفتم بیار پایین اینجوری به نفع جفته من چی میخواست؟ کجاست؟ کی کجاست؟ برادرت مرتاد یوسفیان کجاست؟ به شما ربطی نداره برادر من کجاست؟ آروم باشه اما فشار خون کجا رفتی خونه مردم؟ کسی اینجا نیست آقا اینجا نیست بریم بیرون اگر نه زنگ میزنم به پلیس ها نه بابا خیلی ترسیدم کجا رفته؟ این کار شما خلاف قانونه تجاوز به حریم شخصیه میرید یا پلیس خبر کنم از هیچ کدومتونم نمیترسم بالاخره که پیداش میکنم بریم خدا رو شکر به خیر گذشت خدا رو شکر
اینجا چیکار میکنه؟ کلیدت پیش من بود، اومدم تحویلش بده. قصد و سفر کردی؟ جایی میخوای بری؟ این کار دارم. اومدی اینجا چیکار؟ یک کلوم گفتی دور دخترتو خط بکشم، خط کشیدم. دیگه هم دورورش آفتابی نشدم. حالا اینجا چیکار میکنی؟ ببند دهن گشادتو. تو لایق دختر من نیستی. بابا ولمون کن دیگه. آقا دست از سرم بردار جون مادرت مهندس. ما یه غلطی کردیم، یه روزی با تو سلام علیکی کردیم، یه عمره داریم تومون پس میدیم. بابا ولمون کن دیگه، من نه سر پیازم نه ته پیاز. تو هیچی نیستی. تو یه دروی پس فطرت آدم فروشی. چند فروختی منو؟ دم شما گرم. دست شما درد نکنه. من جای خالی تو فروختم مهندس. فکر می‌کنی حالیم نبود دیگه اونجا نیستی؟ دیگه برام مهم نیست چی و به کی می‌فروشی. فقط باید یه چیزی رو به من تحویل بدی. بعد هم قبل از اونه که دوست داشتی برو. چی؟ فیلمی رو که از گوهران رو گوشید داری. شرمنده مهندس. دیر رسیدی. اینقدر از دستت چه کار بودم دیشب پاکش کردم رفت. چرت و پرت نگو. بده من گوشیو. مهندس گوشی وسیله شخصیه، دست هر کسی نمیدنش. برو که نه پرواز دارم. تا گوشیو به من تحویل ندی از این در بیرون نمیری. مهندس حد و حدود خودتو نگهدار. نظر رومون تو رو هم بازشه. مثلا بازشه چه غلطی میکنی؟ برو کنار. نزن مهندس. بده من گوشیو. میدم گوشی. بده من. ولی بهت دروغ نگفتم، من فیلمشو پاک کردم. حالم مزد خیلی بده.